این بخشی از عکسایی که از من رو دیدید مربوط به بخش اکشن عکاسی ورزشی هستش، اکشن آف اسپورت هستش، ولی خب تقریبا من الان 3-4 ساله در حوزه عکاسی مستند دارم فعالیت میکنم، عکاسی مستند ورزشی، و به تبع اون یک گروهی را انداختم به نام پودیوم فوتوز و دارم که یعنی داریم با بچه هایی که تقریبا 11-12 نفر هستن داریم که متمرکز در حوزه عکاسی مستند ورزشی کار میکنیم. و اخیرا من یک مجموعه که در حوزه مستند ورزشی هست رو سال گذشته در پاریس اسپورت فوتو تونست جایزه اول و گراند پریکس اون رو بگیره. امکان داره ببینیم؟ بله بله. این عکس‌ها دیگه عکس‌های مستند هستش. داستان این عکس‌ها مربوط به اسمش After 40 Years که مربوط به ورود بانوان به ورزشگاه هستش. میدونید که تقریبا تا قبل از این مسابقاتی که اجازه دادن که زن‌ها برن داخل استادیوم و بتونن حتی از اون اسکرینینگ که توی استادیوم آزادی گذاشتن که بتونن خانواده برن ببینن، ورود زنان به مسابقات و استادیوم آزادی ممنوع بود. و این مجموعه من برمیگرده به همون داستان و همونطور که گفتم سال گذشته دو سال گذشته 2019 تونست گراند پریکس اسپورت فوتو رو بگیره. این عکس مربوط به شادی بازیکن شادی ایرانی ها هستش که برد ایران مقابل مراکش توی ورلد کاپ 2018 که ریختن تو میدون ونک و شادی میکردن. این عکس هم که فکر میکنم این بیلبورد رو همه یادمون باشه، بیلبوردی بودش که توی میدان ولیعصر زده شد و هوادارهای فوتبال رو نشون میدادن ولی هیچ اثری از زن توش نبود. بلافاصله بعد از 2 روز این بیلبورد رو برداشتن، یعنی که برداشتن و یه بیلبوردی گذاشتن که توش زن گذاشتن. این بیلبورد فقط 2 روز توی میدان ولیعصر بود و بعد ورود بانوان به استادیوم به همراه خانواده و به صورت تکی که عکسش دارید ملاحظه میکنید و این اسکرینینگ نمایش روی داخل استادیوم آزادی که برای خانواده‌ها گذاشتن. چه عکس جالبیه. بله همون هواداره بودن که تو بین نیمه بازی ایران پرتغال داشتن سیگار میکشیدن. خیلی جالب. و اینم عکس آخر که خانمی داره موبایلش رو چک میکنه در زمانی که داره پخش میشه مسابقه است. بله این مواردی بودش که من میتونستم بگم. این در حوزه مستند ورزشی خب من خیلی دارم فعالیت میکنم و مشق میکنم. مجموعه دیگه دارم که رو وبسایتم هست. من احساس میکنم که زیاد صحبت کردم، اگر شما سوالی دارید من در خدمتتون هستم.